کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangfarsi.com مراجعه فرمایید. مطالعاتی در باب هیستوری نوشته زیگموند فروید. در این کتاب از مفاهیم عمده‌ای همچون روانپریشی، مقاومت بیمار در برابر روند درمان، ذهن ناخودآگاه و قدرت غرایز سخن به میان آمده است. صفحه 98، 9 می، صبح. بدون آنکه تصویر دیگری به او القا کنم خوب و راحت خوابیده بود، اما صبح هنگام دچار درد معده شد. دیروز همه به باغ آمدن و او مدت طولانی با فرزندانش در فضای باز ماند. من زمان دیدار فرزندانش را با او به 2.5 ساعت محدود کردم و او در برابر توصیه من مقاومت کرد. چند روز قبل او به این دلیل که بچه هایش را به حال خودشان رها کرده و تنها گذاشته بود خودش را مقصر قلمداد کرده بود. امروز متوجه شدم که کمابیش هیجان زده است. پیشانیش پر از چروک شده بود. پرسکته حرف می‌زد و باز هم آن صدای تلق تلق را تولید می‌کرد. زیر ماساژ به من گفت که معلم سرخانه بچه‌ها برایش اطلسی مربوط به قومشناسی آورده بود و چند عکس از آن اطلس از سرخپوستان آمریکایی با پوشش‌هایی از پوست و پر حیوانات واقعاً او را شوکه کرده بود. فکرش را بکن اگر واقعاً جان می‌گرفتند، و به خود لرزید. در حالت خواب مصنوعی از او پرسیدم چرا تا این حد از آن تصاویر وحشت دارد، چون دیگر از حیوانات ترسی نداشت. در جواب گفت که این تصاویر او را به یاد توهم‌هایی می‌اندازند که در زمان مرگ برادرش در 19 سالگی می‌دید. پرانتز فعلا در مورد این خاطره پرسش و تحقیق بیشتری نمی‌کنم تا بعد. پرانتز بسته. بعد از او پرسیدم که آیا همیشه با لکنت حرف می‌زده است یا خیر، و چه مدت است که پرش عضلانی یا تیک دارد، یعنی همان صدای خاص تلق تلق. پاورق 31. و او گفت در دوره بیماری دچار لکنت شده است. در 5 سال گذشته تیک داشته. از زمانی که کنار بستر دختر کوچکترش نشسته بود، دختری که به شدت بیمار بود و میخواست کاملا ساکت بماند و سر و صدا نکند. صفحه 99. سعی کردم با اشاره به مسائلی مانند این که در هر حال برای دخترش اتفاق بعدی پیش نیامده و از این دست حرفا از اهمیت این خاطره بکاهم. او گفت هر بار که نگران و حراسان می شود آن تیک به سراغش می آید. با او القا کردم که از تصاویر سرخپوستان نترسد، بلکه از ته دل بخندد و حتی توجه مرا هم به آنها جلب کند. و در واقع پس از آنکه او از خواب بیدار شد همین اتفاق نیز رخ داد. ابتدا به کتاب نگاه کرد، بعد پرسید که آیا من آن کتاب را دیدم یا نه. صفحه مد نظر را پیدا کرد و با دیدن آن پیکرهای عجیب با صدای بلند خندید، بدون آنکه نشانی از ترس و وحشت یا فشار عصبی در ظاهرش نمودار شود. ناگهان دکتر بروئر به همراه پزشک خانوادگی برای عیادت او از راه رسیدند. بیمار وحشت کرد و دوباره همان صدا را تولید کرد، طوری که آن دو خیلی زود مرا تنها گذاشتند. بیمار سپس توضیح داد که بسیار آشفته است، چون این مسئله که پزشک خانوادگی نیز هر بار وارد اتاقش میشد بر او تأثیر ناخوشایندی میگذاشت. مشکل دردهای معده او را نیز در طول خواب مصنوعی حل کردم و به او گفتم که گرچه انتظار دارد که پس از صرف غذای نیم روزی درد به سراغش برگردد، چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. شب
برای اولین بار بیمار با نشاط و پرحرف شد و در رفتار و کردارش ردی از حس طنز و شوخ طبعی محسوس بود که طبعا از زنی تا آن حد جدی انتظار نداشتم. از جمله موارد دیگر یکم این بود که او با این احساس قوی که حالش خوشتر شده در مورد روند درمانی پزشک پیش از من نیز شوخی کرد. گفت که مدت‌ها بود قصد داشت آن روند درمانی را کنار بگذارد، اما برای انجام دادن این کار شیوه مناسبی به ذهنش نمی‌رسیده. تا عاقبت وقتی دکتر بروئر به عیادت او آمده بود، دست بر قضا به مسئله اشاره کرده بود که راه خلاصی را به او نشان داده بود. وقتی با شنیدن این حرفش جا خوردم، او وحشت کرد و به دلیل بی‌ملاحظگی‌اش به شدت خودش را سرزنش کرد، اما ظاهراً توانستم یک بار دیگر به او اطمینان خاطر بدهم و دلش را قرص کنم. دیگر دچار مددد نشده بود، هرچند منتظر اوت کردن درد بود. وقتی در خواب مصنوعی بود، از او خواستم تجارب دیگری را که در وجودش ترسی ماندگار پدید آورده بود برایم شرح بدهد. صفحه 100. او مجموعه دیگری از این گونه تجارب را برایم تعریف کرد. ماجراهایی که از دوره بعد از کودکیش آغاز می شدند و این مجموعه از خاطراتش نیز مانند مجموعه قبلی در یادرسش بودند و به سهولت فرایاد آورده می شدند. و او یک بار دیگر به من اطمینان خاطر داد که همه این صحنه ها اغلب پیش چشمان او جان می گرفتند و قابل رؤیت می شدند. کاملا واضح و رنگی. یکی از این صحنه ها مربوط می شد به وقتی که با چشمان خود دیده بود که چگونه یکی از دخترعموهایش را به دیوان خانه می بردند، زمانی که بیمار 15 سال داشت. او سعی می کرد کمک بخواهد، اما از این کار عاجز بود و تا شب همان روز توان سخن گفتن را کاملا از دست داد. چون او اغلب اوقات در زمان بیداری درباره تیمارستان حرف می‌زد، حرفش را قطع کردم و از او پرسیدم در چه موارد دیگری ذهنش درگیر مسئله جنون و دیوانگی شده بود. او به من گفت که مادر خودش مدتی در یک آسایشگاه روانی بستری شده بود. آنها زمانی خدمتکار زنی داشتند که یکی از خانم‌های سابقش مدتی طولانی در تیمارستان بستری شده بود و در این مورد که چطور بیماران را به صندلی می‌بستند و کتک می‌زدند و از این دست برخوردها برای او داستان‌های هراسناکی تعریف می‌کرد. وقتی این ماجرا را برایم تعریف می‌کرد، دستش از فرط وحشت مشت می‌شد. او همه این صحنه‌ها را در برابر چشمانش می‌دید. من سعی کردم تصورات او را در مورد آسایشگاه‌های روانی تصحیح کنم و دلش را قرص کردم که می‌تواند به ماجراهای این گونه نهادها گوش بدهد بدون آنکه آن داستان‌ها را به خودش بگیرد. با شنیدن این حرف، چهره‌اش حالتی آرام و خونسرد پیدا کرد. او فهرست خاطرات هراسناکش را ادامه داد. یکی از خاطرات مربوط به 15 سالگیش می شد. این که چطور مادرش را که پس از سکته به کف اتاق افتاده بود پیدا کرد. پرانتز مادرش تا 4 سال پس از آن اتفاق نیز به زندگیش ادامه داد. پرانتز بسته. و این که دفعه بعد در 19 سالگی چطور یک روز به خانه آمده و مادرش را با صورتی درهم و چانه آویزان مرده یافته بود. طبیعتاً برای رفع این خاطرات مشکلات زیادی پیدا کردم. پس از توضیح کم و بیش طولانی و او اطمینان خاطر دادم که این تصویر نیز دفعه بعد کاملا مبهم و بدون قدرت و تأثیر بر او ظاهر خواهد شد. صفحه 101. خاطره دیگرش مربوط می شد به 19 سالگی وقتی که سنگ را بلند کرده و در زیر سنگ یک بزق دیده بود. صحنه‌ای که باعث شد او تا چند ساعت بعد قدرت تکلم را از دست بدهد. پاورقی 32. در طول این وهله از هیپنوتیزم به این نتیجه رسیدم که او از همه اتفاقاتی که در طول اولین هیپنوتیزمش رخ داده بود آگاه بود، حالان که در حالت بیداری از هیچ چیز خبر نداشت. 10 می صبح. امروز برای نخستین بار او به جای آب گرم همیشگی با جوشانده سبوس حمام کرد. وقتی به دیدنش رفتم، برزخ و اخمالود و صورتش خسته و درهم بود و شالی دور دستانش پیچیده بود. از سرما و درد شکوه داشت. وقتی از او پرسیدم مسئله چیست، به من گفت که وان بیش از حد کوتاه بود و نشستن در آن باعث شده بود تن و بدنش درد بگیرد. در طول مدتی که ماساژ داده میشد، گفت که هنوز هم از اینکه دیروز دکتر بروئر را از اتاقش رانده بود ناراحت بود. با دروغ مصلحتی او را آرام کردم و گفتم که در تمام آن مدت از این موضوع آگاه بودم و از آن لحظه به بعد حالت بیقراریش، یعنی تولید آن صدای عجیب و شکلک‌ها رفع شدند. به این ترتیب هر بار حتی وقتی که او را ماساژ می‌دهم، نفوذ من بر او تأثیر گذاشته است. ذهن او روشن‌تر و آرام‌تر می‌شود و حتی بدون اینکه در حالت خواب مصنوعی از او سؤالی بکنم، در آن روز می‌تواند دلیل بدخلقی‌اش را کشف کند. حتی گفتگویش نیز در طول ماساژ داده شدن آنگونه که به نظر می‌رسد بی‌هدف نیست. بلعکس در گفتگو خاطراتش را به طور کامل تعریف می‌کند و از برداشت‌های جدیدی که از زمان آخرین گفتگویمان داشته است نیز حرف می‌زند و این روند به شکل کاملا غیرمنتظره به خاطرات بیماریزایی می‌رسد که او حتی بدون آنکه از او سؤالی کنم آنها را تعریف و سنگینی آنها را از سینه‌اش خالی می‌کند. به نظر شیوه کاری مرا در پیش گرفته و از گفتگویمان استفاده می‌کند.
ظاهراً بدون هیچ فشار یا محدودیتی و کاملاً بر حسب اتفاق و بدون برنامه ریزی به عنوان عامل مکملی برای هیپنوتیزم. پاورقی 33. برای مثال امروز او در مورد خانواده‌اش حرف زد و بدون برنامه ریزی قبلی به موضوع یکی از عموزاده‌هایش رسید. صفحه 102. این عموزاده کمی نارس عقل بود و والدینش در یک وهله داده بودند همه دندان‌های او را بکشند. او داستان را با چهره غرق وحشت تعریف کرد و مدام آن جملات حفاظتی را تکرار می‌کرد. جم نخور، چیزی نگو، به من دست نزن. پس از تعریف کردن این ماجرا چین‌های صورتش باز شدند و او خوشحال و بانشاد شد. به این ترتیب رفتار او در حال بیداری به واسطه تجاربی که در حالت خوابگردی داشته است جهت و سمت و سو می‌یابد، به رغم آنکه خودش در حال بیداری تصور می‌کند که از آن تجارب هیچ چیز به خاطر نمی‌آورد. صفحه 102. وقتی بیمار در حالت هیپنوتیز بود، سوالم را در این مورد که چه چیزی او را ناراحت کرده بود برایش مطرح کردم و همان جواب‌ها را از او شنیدم، اما با ترتیبی معکوس. 1. حرف‌های نامفهوم دیروزش و 2. دردی که به دلیل کوتاه بودن وام تحمل کرده بود. امروز در مورد معنای آن جملات که جمع نخور و غیره از او سوال کردم. در توضیح گفت که وقتی افکار هراسناک به سراغش می آمدن، از این که در روند آن افکار وقف ایجاد شود می ترسید، چون در این صورت همه چیز به هم می ریخت و اوضاع حتی وخیمتر می شد. جمله جمع نخور مربوط به این واقعیت بود که اشکال حیوانی که در حالت ناگوار در برابرش ظاهر می شدند، در صورتی که کسی در اطراف او حرکت می کرد به حرکت در می آمدند و به او حمله می کردند. جمله نهایی به من دست نزن نیز در تجربه زیل ریشه داشت. او برام تعریف کرد که وقتی برادرش به دلیل استفاده از مورفین زیاد بیمار شده بود که او در آن زمان 19 سال داشت، اغلب اوقات او را محکم می گرفت و رها نمی کرد. و نیز یک بار دیگر که یکی از آشنایان در خانه ناگهان عقلش را از دست داده و محکم بازوی او را قاپیده بود. مورد سومی هم بود که او دقیقاً به خاطر نمی آورد و در نهایت اینکه چگونه در 28 سالگی وقتی دخترش به شدت بیمار و دچار روان آشفتگی بود، ناگهان تنگ و سفت به او درآویخته و نزدیک بود او را خفه کند. گرچه این چهار مورد به لحاظ زمانی با هم فاصله زیادی داشتند، او همه آنها را در قالب یک جمله واحد و با تسلسلی سریع برایم تعریف کرد. پنداری یک داستان واحد را در چهار بخش مختلف برایم تعریف کرده بود. دست بر قضا همه شرحهایی که از آسیب‌های روانیش با این ترتیب و در این چهار گروه ارائه می‌داد با کلمه چطور شروع می‌شدند و همه آسیب‌های روانیش هم با یک و از هم جدا می‌شدند. صفحه 103. وقتی متوجه شدم که آن جملات حفاظتی را برای محافظت از خیش در برابر خطر تکرار چنان تجاربی به زبان می آورد، از طریق القای هیپنوتیزمی این ترس را در او از بین بردم و در واقع دیگر هرگز آن جملات را از او نشنیدم. شب دیدم که بسیار خوشحال و بانشاط است. به خنده به من گفت که سگ کوچکی که در باغ به او پارس کرده بود او را وحشت زده کرده بود، اما صورتش کمی لاغر و تکیده شده بود و کمی هم آشفته و پریشان به نظر می رسید. آشفتگی که به قوت خود باقی ماند تا عاقبت از من پرسید که آیا از حرفی یا کلامی که آن روز صبح هنگام ماساژ به من گفته بود ناراحت شده بودم یا خیر، و تازه وقتی در جواب سوالش گفتم نه، آشفتگی و ناراحتیش رفع شد. آن روز پس از وقفه حداکثر 2 هفته‌ای عادت ماهانه‌اش دوباره آغاز شد. به او قول دادم که با القای هیپنوتیزمی این وقفه زمانی را روی 28 روز تنظیم کنم. پاورقی 34. در حالت هیپنوتیزم از او پرسیدم که آیا آخرین حرفی را که به من زده بود به خاطر داشت. وقتی این را از او پرسیدم، مسئله ای را در ذهن داشتم که از شب گذشتهش نیمه کاره رها شده بود، اما او به درستی جمله آخری را که در حالت هیپنوتیزم از صبح آن روز در خاطرش مانده بود به من گفت. بنابراین او را به یاد موضوع حرفمان در روز گذشته انداختم. در مورد دلیل لکنتش از او سوال کرده بودم و او در جواب گفته بود نمیدانم. پاورقی 35. بنابراین در وهله هیپنوتیزم آن روز از او خواسته بودم که آن دلیل را به خاطر بیاورد. او نیز آن روز بدون تعمق بیشتر اما با آشفتگی و پریشانی زیاد و اختلالات اسپاسمی در گفتار پاسخ داد: چطور در زمانی که بچه‌ها در کالسکه بودند از پا رم کردند و چطور یک بار دیگر با بچه‌ها در میانه طوفان از جنگل می‌گذشتیم و درختی را که درست در مقابل اسب‌ها بود صاعقه زد و اسب‌ها رم کردند و من با خود گفتم الان اصلا نباید جنب بخوری و سر صدا بکنی، وگرنه صدای جیغت اسب‌ها را بیشتر وحشت زده می‌کند و کالسکران دیگر به هیچ وجه نمی‌تواند آنها را مهار کند. مشکل از همان لحظه آغاز شد. صفحه 104. وقتی این ماجرا را برایم تعریف میکرد فوق‌العاده هیجان زده بود. او بعداً به من گفت که لکنتش بلافاصله پس از ماجرای نخستی که برایم شرح داد آغاز شد، اما کمی بعد این لکنت برطرف شد و بعد از ماجرای مشابه دوم برای همیشه عارضش شد.
من این صحنه‌ها را از ذهن انعطاف‌پذیر او محو کردم، اما از او خواستم که یک بار دیگر آن دو ماجرا را در ذهن مجسم کند. ظاهراً تلاش می‌کرد که این کار را انجام دهد و در طول این مدت خاموش و ساکت بود و از آن پس او در حالت هیپنوتیزم بدون هیچ اختلال اسپاسمی روان و بی‌سکته حرف می‌زد. پاورقی 36. وقتی متوجه شدم که به برقراری ارتباط تمایل دارد، از او پرسیدم که چه اتفاقات دیگری در زندگیش آنقدر او را وحشت زده کردند که خاطرات انعطاف‌پذیری در ذهنش به جا گذاشتند. او در جواب مجموعه‌ای از این تجارب را برایم تعریف کرد. 1. چطور یک سال پس از مرگ مادرش در ملاقات با زنی فرانسوی به همراه دختری دیگر به اتاق بغلی فرستاده شده بود تا یک فرهنگ لغت بیاورد و در آن اتاق کسی را دیده بود که روی تخت نشسته بود، زنی که دقیقاً شبیه همان زن فرانسوی در آن اتاق بود. ناگهان سرتاسر بدن او منقبض شد و سر جایش خشک شد. او بعداً متوجه شد که کل این ماجرا بازی از پیش طراحی شده بود. من به او گفتم که آنچه او دیده بود توهم بوده و این حرف به نظر او عقلانی آمد و چهرهش حالتی خونسرد و آرام پیدا کرد. 2. چطور از برادر بیمارش پرستاری کرده بود و برادرش به دلیل استفاده از مورفین دچار حملات وحشتناک شده و خواهرش را به شدت وحشت زده کرده و خوره جان او شده بود. یادم آمد که او قبلا در همان روز صبح به این تجربه اشاره کرده بود و به عنوان یک تجربه از او پرسیدم در چه شرایط دیگری این خوره جان شدن اتفاق افتاده بود. واکنش او برای من مایه تعجب و در این حال خوشایند بود. این بود که این بار او پیش از جواب دادن به سوال من مدت طولانی مکث کرد و بعد با تردید و دودلی پرسید: دختر بچه من؟ او به هیچ وجه نمیتوانست آن دو مورد دیگر پرانتز رجوع کنید به فوق صفحه 103 پرانتز بسته را به خاطر بیاورد. بنابراین ممنوعیتی که من در مورد او اعمال کرده بودم، یعنی پاک کردن خاطراتش، مؤثر واقع شده بود. و بعد 3. چطور وقتی از برادرش پرستاری میکرد صورت پرید رنگ و مهتاب گونه عمش ناگهان بر فراز پنجره توری ظاهر شده بود، اما آمده بود تا ترتیبی بدهد که پسر برادرش با آیین کاتولیک بگرود. صفحه 105. من متوجه شدم که به ریشه ترس مداوم او از رویدادهای غیرمترقبه رسیدم و از او خواستم که در این مورد به مثالهای دیگری هم اشاره کند. او پی حرفش گفت: چطور دوستی داشتن که در خانه آنها ماندگار شده بود و خوش داشت نرم و آرام به اتاق او وارد شود، طوری که ناگهان و بی‌هوا سر از اتاق او در می‌آورد؟ چطور پس از مرگ مادرش به شدت بیمار شده و به استراحتگاهی روانی رفته بود و شبها چند بار دیوانه‌ای به اشتباه وارد اتاق او شده و مستقیماً به بستر او رفته بود؟ و در نهایت چطور در سفر آباتسیا به اینجا مردی بیگانه 4 بار به شکل ناگهانی در کابین او را باز کرده و هر بار نگاه خیره‌اش را به او دوخته بود؟ او چنان وحشت کرده بود که متصدی کابین‌ها را خبر کرده بود. من همه این خاطرات را از ذهن او پاک کردم، سپس او را از خواب بیدار کردم و به او اطمینان دادم که شب راحت و آسوده می‌خوابد، اما این مسئله را در طول خواب مصنوعی‌اش به او القا نکردم. بهبود شرایط عمومی او در این اشاره‌اش که آن روز هیچ مطالعه نکرده بود نمود یافت. او در دل رویایی خوش و شاد زندگی می‌کرد، اویی که به دلیل آشوب درونی‌اش همیشه می‌بایست کاری انجام می‌داد. صفحه 105. 11 مه صبح. امروز او با دکتر آن قرار ملاقات داشت، پزشک زنان که باید در مورد مشکلات مربوط به عادت ماهانه دختر بزرگتر او به عیادتش بیاید. متوجه شدم که خانم امین آرام و آشفته هستند. هرچنین نارامی در مقایسه با مورد پیشی در قالب نشانه های فیزیکی خفیفتری نمود یافته بود، او هر از گاهی با صدای بلند می گفت: می ترسم، خیلی می ترسم، فکر کنم قرار است بمیرم. از او پرسیدم از چی می ترسد؟ آیا از دکتر می ترسید؟ گفت نمی داند، فقط می ترسید. پیش از رسیدن همکارم او در حالت خواب مصنوعی که به او القا کرده بودم گفت که می ترسد دیروز وقتی او را ماساژ می دادم حرف غیر مؤدبانه ای زده باشد که مرا دلخور و آزرده خاطر کرده باشد. هر چیز تازه ای او را هراسان می کرد و طبعا پزشک جدید هم او را هراسان کرده بود. توانستم به او تسلای خاطر دهم و او نیز به رغم آنکه در حضور دکتر 1 یا 2 بار هول کرد رفتار خیلی خوبی داشت و صرف نظر از آن 1 یا 2 واکنش نه آن صدای خاص را تولید کرد و نه در کلامش لکنت و سکته ای پیش آمد. پس از رفتن دکتر یک بار دیگر او را هیپوتیزم کردم تا مازاد احتمالی تحریکی که با ورود پزشک در او ایجاد شده بود رفع و دفع شود. خود او از نوع رفتارش بسیار خوشنود بود و به روند مداوا امید زیادی بسته بود.
و من سعی کردم به مدد همین نمونه او را متقاعد کنم که ترسیدن از چیزهای جدید بیهوده است، چون این چیز جدید می تواند آب بستن چیز خوب نیز باشد. شب بیمار بسیار بانشاد بود و در طول گفتگوی من قبل از هیپوتیزم بار بخشی از تردیدها و دغدغه‌هایش را سبک کرد. در حالت هیپوتیزم از او پرسیدم که چه رخ دادی در زندگیش ماندگارترین تأثیر را به جا گذاشته و اغلب اوقات خاطره اش در ذهنش زنده می شود. گفت مرگ همسرش. از او خواستم که آن ماجرا را به تفصیل و با دقت برایم توضیح دهد و او این کار را با عواطفی بسیار عمیق اما بدون آنتیک صوتی یا لکنت زبان انجام داد. ماجرا را از اینجا آغاز کرد که چطور در مکانی که هر دو با آن علاقه من بودم، حین گذر از یک پل شوهرش ناگهان به روی زمین افتاده و چند دقیقه همانجا بدون هیچ نشانه ای از حیات دراز به دراز افتاده بود، اما بعد دوباره از جایش برخاسته و کاملا سالم و سرحال شده بود. چطور؟ کمی پس از آن تاریخ از وضع حمل دومش در بستر دراز کشیده بود که شوهرش نشسته در پس میز کوچک صبحانه در حال خواندن روزنامه ناگهان از جایش بلند شده نگاه عجیبی به او کرده، چند گام به پیش برداشته و سپس بدون فروغ حیات به کف زمین افتاده بود. او از بستر پایین آمده بود و پزشکانی که به بالین او فرا خوانده شده بودند تمام تلاششان را کردم تا شوهرش را احیا کنند و او صدایشان را از اتاق بغلی شنیده بود، اما همه تلاش ها بی نتیجه مانده بود و در ادامه توضیح داد که چطور نوزاد که در آن زمان فقط چند هفته از تولدش می گذشت به بیماری وخیمی دچار شد که 6 ماه ادامه یافت و در آن مدت خود او نیز با تب بالا بستری شده بود و بعد با ترتیب زمانی نوبت به گلایه و شکفه از این بچه رسید. گلایه هایی که او خیلی سریع و با چهرهی برافروخته مطرحشان کرد با لحن و حالت کسی که در مورد یک مزاحم یا مایه دردسر و مزاحمت حرف می زد. او گفت که آن بچه تا مدت ها رفتار و کردار عجیبی در پیش گرفته بود. او مدام جیغ می زد و نمی خوابید و پای چپش فلج شده بود، مشکلی که چندان امیدی به مداوایش نبود. بچه در 4 سالگی مدام توهم می دید، راه رفتن و حرف زدن را هم خیلی دیر هنگام یاد گرفته بود و به همین دلیل تا مدت‌ها همه فکر می‌کردند که او کند ذهن است. به گفته پزشکان او به التهاب مغز و تورم نخاع مبتلا شده بود و مادرش نمی‌دانست که او احتمالاً چه بیماری‌های دیگری داشت. در این لحظه حرفش را قطع کردم و به او گفتم که همین فرزندی که او در موردش حرف می‌زد امروز دختری کاملا طبیعی و در اوج سلامتی است، نه تنها از طریق پاک کردن خاطرات او از آنها در قالب انعطاف پذیرشان، بلکه با حذف روند یادگیری آن خاطرات ترتیبی دادن که دیگر نتواند چنین تصاویر حزن‌انگیزی ببیند، طوری که پنداری چنین خاطراتی هرگز به ذهن او راه پیدا نکرده بود. من به او قول دادم که با این کار ریشه انتظار وقوع بدبختی و فلاکت در وجود او که مدام عذابش میداد برای همیشه خشکیده شود و از دردهای کل بدنش که پس از سکوتی چند روزه در مورد آنها در طول تعریف کردن ماجرا از آنها گلایه میکرد نیز خلاص شود. در کمال شگفتی پس از اینکه با الغای هیپوتیزمی آن تصورات را از ذهن و یاد او پاک کردم، او بدون هیچ گذری شروع کرد به حرف زدن در مورد شاهزاده ای، کسی که فرارش از آسایشگاه در آن زمان نقل همه محافل و گروه ها شده بود. او در مورد آسایشگاه های روانی از ترس و حراس های جدیدش گفت، از اینکه روی سر کسانی که در آسایشگاه ها بستری بودن دوش آب یخ باز می‌کردند و آنها را در دستگاهی می‌گذاشتند که آنقدر آنها را می‌گرداند و می‌گرداند که عاقبت دیگر هیچ صدایی از آنها در نمی‌آمد. 3 روز پیش وقتی برای نخستین بار شروع کرد به گلایه کردن از ترسش از آسایشگاه‌ها، بعد از اولین حکایتش در باب بستن بیماران به صندلی‌ها رشته سخنش را قطع کردند. حالا متوجه شدم که قطع کردن حرفایشان هیچ فایده ای نداشته و هیچ راهی ندارم جز این که به همه داستانهایش با تمام جزئیاتشان گوش بدهم. پس از به پایان رساندن این کارهای عقب افتاده، ریشه تمام این ترس و وحشتهای جدید را هم در وجودش خشکاندم.
از او خواستم به عقل و شعور سلیمش رجوع کند و به او گفتم که واقعا باید حرفای مرا بیش از سخنان آن دختر نادان که آن داستانهای هنات را در مورد نحوه اداره آسایشگاه ها برایش تعریف کرده بود باور کند. وقتی متوجه شدم که حین تعریف کردن این ماجراهای تازه هنوز هم گاهی دچار لکنت زبان می شود، یک بار دیگر از او پرسیدم که ریشه یا لکنت کجاست؟ پاسخی نداد. نمیدانی؟ نه. چرا نمیدانی؟ چرا نمیدانم؟ چون امکانش را ندارم. او این کلمات را با خشم و خشونت ادا می کرد. اعلان این جملات از زبان او به نظرم گواه و مدرک موفقیت آمیز بودن کارم در القاعات هیپوتیزمی بود. او از من خواهش کرد که او را از آن خواب مصنوعی بیدار کنم و در نتیجه من هم این کار را کردم. صفحه 108 12 مه صبح. برعکس انتظارم او شب گذشته بد خوابیده بود و تازه آن هم برای مدتی کوتاه. متوجه شدم که به شدت مضطرب است، هرچند بدون بروز دادن نشانه های معمول فیزیکی اضطراب. او نمی گفت که مسئله واقعا چه بوده، بلکه فقط اشاره می کرد که کابوس دیده و مدام همان تصاویر را می دید. او گفت اگر آن چیزها واقعا جا می گرفتن چقدر وحشتناک می شد. در طول ماساژ در پاسخ به سوالات من به چند نکته اشاره کرد. بعد ناگهان شاد و بشاش شد. از زندگی اجتماعیش در بالتیک برایم گفت. در خانه ای که از شوهرش به او ارث رسیده بود و از آدم‌های مهمی که از شهر همجوار مهمانخانه او می‌شدن و از این دست حرف‌ها. خواب مصنوعی کابوس‌های وحشتناکی دیده بود. پایه‌ها و دسته‌های صندلی‌ها همگی به مار تبدیل شده بودند. هیولایی با منقار لاشخورها جا به جای بدنش را پاره می‌کرد و می‌خورد. حیوانات وحشی دیگر هم به او هجوم آوردند و غیره و غیره. بعد حرفای هزیانگونه دیگری در مورد حیوانات دیگر گفت، اما در مورد آنها می گفت این دیگر واقعی بود. چطور در یکی از موارد قبلی قصد داشت کلاف پشمی را در بر دارد و ناگهان متوجه شد که آن کلاف در واقع یک موش بوده و بعد آن موش فرار کرده بود. چطور در حال پیاده روی بود که ناگهان یک وزغ بزرگ به سمتش جهیده بود و غیره. متوجه شدم که القای هیپوتیزمی من مبنی بر ممنوعیت کلی مشاهده این گونه تصاویر و صحنه ها بی تأثیر بوده و حال باید برداشت های وحشتناک او را یک به یک برطرف کنم. از فرصتی که دست داد استفاده کردم و از او پرسیدم که چرا دچار درد معده می شود و ریشه آن دردها چیست. من معتقدم که تمام توهمات حیوان بینی در او توأم با دردهای معده هستند. جواب او که با اکراه کامل توأم بود این بود که دلیلش را نمی داند. از او خواستم که پاسخ سوالم را تا فردا به خاطر بیاورد. سپس او با قرولندی علنی و کاملا آشکار گفت که نباید مدام از او بپرسم که دلیل این چیز فریشه یا آن چیست، بلکه فقط باید اجازه دهم که او گفتنی هایش را بگوید. با حرفش موافقت کردم و او بدون مقدمه حرفش را پی گرفت. وقتی او را می بردم باورم نمی شد او مرده. به این ترتیب مجددن داشت در مورد شوهرش حرف می زد و تازه متوجه شدم که دلیل کج خلقیش این بود که مازاد این داستان که پس ذهن او مانده و تعریف نشده بود آزارش می داد. او گفت که پس از این ماجرا تا 3 سال از فرزندش متنفر بود، چون مدام به خودش می گفت که اگر به خاطر فرزندش پاگیر بستر نبود می توانست از شوهرش انقدر پرستاری کند که تا او سلامتیش را باز یابد. و بعد از مرگ همسرش جز توهین و تشویش هیچ چیز در انتظارش نبود. بستگان شوهرش که همیشه با ازدواج آن دو مخالف و از خوشبختی آنها خشمگین بودند شایعه کردند که او شوهرش را مسموم کرده بود تا حدی که او می خواست درخواست تحقیق و رسیدگی کند. بستگانش او را درگیر انواع و اقسام دعاوی حقوقی کرده بودند، آن هم به کمک روزنامه نگاری اسرار آمیز. آن مردک پست عواملش را به گوشه و کنار فرستاده بود تا مردم را بر علیه او تحریک کنند. او ترتیبی داد که نشریات محلی مقالات افترا آمیزی در مورد او چاپ کنند و بعد بریده های آن جراید را برای او می فرستادند. همین مسئله ریشه معاشرت گریزی او و نفرتش از غریبه ها شده بود. پس از اینکه در مورد گفته هایش کلمات تسلابخشی به زبان آوردم گفت که آرام تر شده است.
13 مه صبح. باز هم به دلیل درد معده بد خوابیده بود، شام نخورده بود. در این حال از درد بازوی راستش هم می نالید، اما خوشخلق بود، با نشاط بود و از روز قبل به این سو با من بسیار محترمانه رفتار می کرد. در مورد همه مسائلی که به نظرش مهم می آمدن نظر مرا می پرسید و به شکلی غیر منطقی آشفته و سراسیمه بود. برای مثال وقتی هنگام ماساژ مجبور شدم به دنبال حوله بگردم و از این گونه موارد، تیک صوتی و تیک صورتش هم پی در پی شنیده و مشاهده می شد. خواب مصنوعی. شب گذشته این فکر ناگهان به ذهنش خطور کرده بود که چرا حیوانات کوچکی که می دید آنقدر بزرگ می شدن. این فکر اولین بار در دی در خلال تماشای یک نمایش در لحظه‌ای که سوسماری بزرگ به روی صحنه آمده بود به ذهنش راه یافته بود. این خاطره نیز روز گذشته او را بسیار عذاب داده بود. دلیل تکرار آن تیک صوتی این بود که روز گذشته دچار درد شکم شده و سعی کرده بود با آه و ناله دردش را بروز ندهد. او از عامل سببساز حقیقی این تیک صوتی آگاه نبود. این را هم به خاطر داشت که به او القا کرده بودم که دلیل اصلی و ریشه‌ای دردهای معده اش را کشف کند، اما دلیلش را نمی‌دانست و از من خواست که کمکش کنم. از او پرسیدم که احتمالاً پس از تجربه هیجانی شدید بدون اشتها و با اصرار غذا خورده یا خیر. جوابش مثبت بود. پس از مرگ شوهرش برای مدتی طولانی کاملاً بی‌اشتها شده بود و صرفاً بر حسب ضرورت غذا می‌خورد و در واقع درد معده‌اش از همان دوره شروع شده بود. بعد با فشردن چند باره بخش فوقانی و میانی شکمی دردهای معده‌اش را رفع کردم. سپس او به میل و اراده خودش شروع کرد به حرف زدن در مورد مسائلی که بیشترین تأثیر را بر او گذاشته بودند. گفت: به شما گفتن که به بچه علاقه ای نداشتم، اما باید این را هم بگویم که کسی از ظاهر رفتارم نمیتوانست به این احساسم پی ببرد. هر کاری که ضروری بود انجام دادم، حتی حالا هم به خاطر علاقه بیشترم به فرزند بزرگترم خودم را سرزنش میکنم. 14 مه صبح. سرحال و بانشاد بودم و تا ساعت 7:30 صبح آن روز خوابیده بود. فقط از دردهای خفیف ناحیه زند زبرین دست و درد های سر و صورتش گلایه میکرد. حال حرفایی که قبل از هیپوتیز به من میزد مدام مهم و مهمتر میشدن. امروز تقریبا هیچ خاطره یا تصویر وحشتناکی نداشت که برایم تعریف کند. از درد و بیهسی پای راستش شکفه میکرد. به من گفت که در 1871 دچار التهاب و تورم شکمی بوده. این مشکل را هنوز پشت سر نگذاشته و بهبودی کاملش را باز نیافته. مجبور شده بود از برادر بیمارش پرستاری کند و نخستین بار دردهایش از همین دوره آغاز شده بود. این دردها حتی منجر به فلج موقتی پای راستش هم شده بود. در خلال خواب مصنوعی از او پرسیدم که آیا حال میتواند در حیات اجتماعی مشارکت کند یا هنوز از فرط ترس توان این کار را ندارد. او گفت که هنوز تحمل کسی که پشت سرش یا حتی کنارش ایستاده برایش خوشایند نیست. در همین مورد از چند تجربه برایم گفت که طی آنها با دیدن کسی که ناگهان سر و کلهش پیدا شده بود یکی خورده بود. برای مثال یک بار که با دخترانش در روگن به پیاده روی رفته بود، دو نفر با ظاهر مشکوک از پشت بوته‌ها بیرون آمده و به آنها توهین کرده بودند. یک شب در آباتسیا وقتی او برای پیاده روی از خانه بیرون آمده بود، گدایی ناگهان از پس سنگی بزرگ بیرون آمد و در مقابل او زانو زده بود. ظاهرا آن مرد دیوانه‌ای بی آزار بود و در نهایت برایم تعریف کرد که چطور یک شب به خانه دور افتاده اش در حومه وارد شده بودم. مسئله‌ای که او را به شدت نگران کرده بود، اما به سهولت میتوان متوجه شد که ریشه اصلی این وحشت از مردم رنج و عذابی بود که پس از مرگ شوهرش تحمل کرده بود.